صوفی وقتی به خانه رسید، اولین کاری که کرد این بود که در باغ به دنبال هرمس بگردد. واقعا هم هرمس آنجا بود و داشت دور درختان سیب میپلکید. صوفی گفت: هرمس! سگ لحظه‌ای بی حرکت در جای خود ایستاد. صوفی میدانست که در آن لحظه چه در ذهن هرمس میگذرد. صدا را میشنود، صاحب صدا را می شناسد، دنبالش می گردد، او را می بیند، به سمتش می دود و دست آخر هم چهار دست و پایش مثل چوب های تبل صدا می دهند. همه اینها فقط در یک لحظه اتفاق می افتد. سگ به طرف صوفی دوید، دمش را تکان تکان می داد و سعی می کرد صورت صوفی را بلیسد. هرمس، پسر باهوش، بیا پایین. بیا پایین، همه جونم رو خیس کردی. بشین، بشین. آفرین پسر خوب. صوفی به خانه رفت. شرکان از بین بوته ها بیرون پرید. چندان هم نگران حیوان غریبه نبود. صوفی ابتدا غذای گربه را بیرون گذاشت. بعد در تنگ ماهی ها خورده های نان ریخت. یک برگ کاهو به لاک پشت داد و در آخر هم یادداشتی برای مادرش نوشت و گفت میخواهد هرمس را به خانهش برساند و تا ساعت 7 هم بر می گردد. آنها به سوی شهر راه افتادند و صوفی این بار حواسش بود که کمی پول بردارد. شک داشت که آیا می تواند همراه هرمس سوار اتوبوس شود. پس بهتر دید صبر کند و از آلبرتو در این باره بپرسد. همانطور که پشت سر هرمس راه می رفت، با خود فکر کرد، یک حیوان واقعا چگونه موجودی است؟ چه تفاوتی میان سگ و انسان وجود دارد؟ گفته های ارسطو را به خاطر آورد. ارسطو گفته بود، انسان و حیوان هر دو موجوداتی زنده اند که خصوصیات مشترک زیادی دارند. اما تفاوتی اساسی میان آنها وجود دارد و آن، قوه تعقل در انسان است. ارسطو این یقین را از کجا به دست آورده بود؟ از سوی دیگر دموکریتوس اعتقاد داشت که انسان و حیوان شباهت زیادی به هم دارند، چرا که هر دو از اتم ساخته شدند. از طرفی هیچ کدام دارای روح جاودان نیستند. او باور داشت که حتی روح هم از اتم‌هایی تشکیل شده که پس از مرگ با باد پراکنده می شوند. او همان کسی بود که اعتقاد داشت روح و مغز انسان از یکدیگر جدایی ناپذیرند. ولی روح چگونه از اتم تشکیل شده است؟ روح چیزی نیست که بتوان آن را مانند قسمت‌های دیگر بدن لمس کرد. روح پدیده غیر مادی است. حالا از میدان بزرگ گذشته بودند و به قسمت قدیمی شهر نزدیک می شدند. وقتی به پیاده روی پا گذاشتند که سکه 10 کرونی را آنجا پیدا کرده بود، صوفی بی اختیار به زمین نگاه کرد. این بار درست در همان نقطه کارت پستالی افتاده بود، از سمتی که عکس روی آن پیدا بود. عکس تصویر باقی بود با درختان نخل و پرتقال. صوفی خم شد و کارت را از روی زمین برداشت. هرمس شروع به غریدن کرد، طوری که انگار نمیخواست صوفی کارت پستال را بردارد. پشت کارت نوشته بود: هیلده عزیز، زندگی زنجیره درازی از تصادف هاست. هیچ بعید نیست آن سکه 10 کرونی را که گم کرده بودی درست در همین جا پیدا کنی. چه بسا پیرزنی که در میدان لیلسند منتظر اتوبوس بوده تا به کریستیانسند برود آن را پیدا کرده باشد. پیرزن در کریستیانسند سوار قطار می شود تا به دیدن نوه هایش برود و سکه را چندین و چند ساعت بعد در همین میدان نو گم می کند. از کجا معلوم که در همان روز دختری که برای سوار شدن به اتوبوس و رفتن به خانه واقعا به پول نیاز داشته آن را پیدا نکرده باشد؟ چه کسی می داند؟ اما اگر قضیه واقعاً به همین شکل روی داده باشد، آن وقت انسان باید از خود بپرسد که آیا همه اینها مشیت خداوند بوده؟ دوستدار تو پدرت که روحش در خانه بر اسکله لیلسند نشسته.
به تو گفته بودم کمکت میکنم تا سکه 10 کرونی را پیدا کنی. در قسمت آدرس نوشته شده بود هیلد مولر کناگ به یک ره گذر. مهر پست هم تاریخ 15/6/1990 را نشان میداد. سوفی به دنبال هرمس از پله ها بالا دوید. تا آلبرتو در را باز کرد سوفی گفت برو کنار، پست چی اومده؟ سوفی فکر کرد حق دارد عصبانی باشد. آلبرتو خود را کنار کشید و سوفی وارد شد. هرمس هم مثل دفعه قبل زیر جالباسی دراز کشید. آلبرتو گفت سرگرد بازم برات کارت پستال فرستاده فرزندم. سوفی به آلبرتو نگاه کرد و متوجه شد و لباسهایش را عوض کرده. این بار کلاه کیسی با موهای مجعد بلند بر سر گذاشته بود و لباسی گشاد که یراقهای زیادی از آن آویزان بود به تن داشت. به دور گردنش روسری ابریشمی پرزرق و برقی گره زده بود و شنل قرمز رنگی هم بر دوش انداخته بود. جوراب‌های بلند سفید و کفش‌های ورنی سیاه رنگ به پا داشت. سوفی با دیدن او به یاد عکس‌هایی افتاد که از دربار لویی 14 دیده بود. در حالی که کارت پستال را به دست او می‌داد گفت: واقعاً که دلقکی. پس تو واقعاً همون جایی که این کارت پستال گذاشته بود، یه سکه 10 کرونی پیدا کرده بودی. دقیقاً همون جا. این آدم هر بار گستاختر میشه. از طرفی شاید خیلی هم بد نیست. چطور؟ چون راحت‌تر میتونیم مشتشو باز کنیم. اما حقه این دفعش هم بیمزه بود هم پرفیس و افاده. مثل عطرای ارزون قیمت بوی گن میداد. عطر؟ میخواد برازنده به نظر بیاد ولی در واقع تقلبیه. نمیبینی چطور با وقاحت این موش و گربه بازی بی‌شرمانه‌شو با مشیت الهی مقایسه میکنه؟ آلبرتو کارت پستال را بالا گرفت و آن را مثل کارت پستال قبلی پاره پاره کرد. سوفی برای اینکه او را عصبانی تر نکند در مورد کارت پستالی که در مدرسه از لای دفترش بیرون افتاده بود حرفی نزد. آلبرتو گفت بیا بریم بشینیم. ساعت چنده؟ 4. خیلی خوب. امروز می‌خوایم درباره قرن 17 حرف بزنیم. آنها به اتاق نشیمن رفتند. همون که دیوارهایش شیب داشت و نورگیری در سقف. سوفی متوجه شد که آلبرتو اشیاء جدیدی را جایگزین برخی از اشیاء روی قفسه ها کرده. روی میز جعبه کوچک عتیقی بود پر از شیشه های عدسی عینک. کنار جعبه هم کتاب بازی قرار داشت که خیلی کهنه به نظر می رسید. سوفی پرسید این چیه؟ این اولین چاپ کتاب معروف دکارته. اسمش هست گفتاری در باب روش. این کتاب سال 1637 چاپ شده. این یکی از با ارزش‌ترین چیزاییه که دارم. و جعبه؟ مجموعه منحصر به فردی از عدسیا یا شیشه های عینک که اسپینوزا، فیلسوف هلندی خودش اونا را تراشیده. تقریبا اواسط قرن 17. اینا هم خیلی قیمت دارن، هم خیلی برام عزیزن. گمونم اگه به فهمم دکارت و اسپینوزا کی بودن، اون وقت بهتر ارزش اینا رو درک میکنم. حتما همینطوره. اما اول باید با عصری آشنا بشیم که این دو فیلسوف درش میزیستن. بگی بشین. سوفی بر روی همون صندلی دستدار قبلی و آلبرتو هم بر روی همون کاناپه نشست. میز چایخوری که جعبه عدسی ها و کتاب کهنه رویش بود بین آنها قرار داشت. آلبرتو کلاهگیسش را از سر برداشت و روی میز تحریر گذاشت. حالا میخواییم درباره قرن 17 یا همون عصر باروک حرف بزنیم. عصر باروک؟ چه اسم عجیبی؟ این اصطلاح در وصف مرواریدایی به کار میره که شکل نامنظمی دارن.
مشخصه اصلی هنر باروک فرم‌های پرتضاد بوده در تقابل با هنر رنسانس که مملو از سادگی و تناسب بود. به طور کلی از ویژگی‌های قرن 17 تضادهای آشتی‌ناپذیره. توی این عصر از یه طرف با خوشبینی افراطی رنسانسی روبرویم و از طرف دیگه با خیلی کسانی که خودشونو نفی می‌کردن و به دنبال ریاضت مذهبی بودن. هم در هنر و هم زندگی با شیوه های بیانی خودنمایانه و پرتمطراق روبرویم. در حالی که همزمان نهضتی رهبانی شکل میگیره که مردم رو به گوشه نشینی و ریاضت تشویق میکنه. یعنی قصرهای باشکوه و پرنور و دیرهای تاریک و دور افتاده. آره دقیقا. تو عصر باروک دو تا شعار رایج بوده. یکی اصطلاح لاتین کارپه دیم به معنی دم را غنیمت بشمار و دومی هم عبارت لاتین ممنتو موری یعنی فراموش نکن که خواهی مرد. این دو نگرش رو میشه تو نقاشی‌های این عصر در کنار هم دید. برای مثال در تابلوی زندگی پرتجملی به تصویر کشیده شده در حالی که در گوشه ای از تصویر جمجمه‌ای دیده میشه. از خیلی از جهات دوره باروک با خصایص غرور و خودپسندی توصیف میشه. در حالی که بسیاری درگیر روی دیگه سکه بودن. یعنی زودگذر بودن زندگی و اینکه تمام زیبایی‌های اطرافمون روزی از بین خواهد رفت. ولی این واقعا درسته. خیلی غم‌انگیزه وقتی میفهمی هیچی دووم نمیاره. تو حالا مثل خیلی از مردم قرن 17 فکر میکنی. عصر باروک به لحاظ سیاسی در خودش درگیری و منازعات هم داشته. جنگ اروپا رو ویران کرده بود. بدترین این جنگ ها جنگ 30 بود که از 1618 تا 1648 ادامه داشت و بخش اعظم قاره رو به هرج و مرج کشوند. جنگ 30 در واقع زنجیره ای از جنگ ها بود که بیشترین لطمه رو به آلمان وارد کرد. در مقابل دستاورد فرانسه این بود که رفته رفته به قدرت بزرگ اروپا تبدیل شد. این جنگ ها سر چی بود؟ اغلب جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود. اما در کنارش منافع سیاسی هم به جنگ شدت می بخشید. یه جورای شبیه لبنان. جدای از جنگ، قرن 17 قرن اختلافهای شدید طبقاتی بود. شک ندارم که از کاخ ورسای و اشرافیت فرانسوی یه چیزایی به گوشت خورده. اما مطمئن نیستم از تنگ دستی مردم فرانسه هم چیزی شنیده باشی. کسی که در پی نمایش شکوهه، در واقع در پی نمایش قدرته. معروفه که اوضاع سیاسی دوره باروک بی‌شباهت به هنر و معماریش نیست. بناهایی که در این عصر ساخته شدن، فرو رفتگی ها و برآمدگی های پرنقش و نگاری دارن. درست مثل وضعیت سیاسی این دوره که مملو از توطئه و دسیسه چینی و جنایت بود. یکی از پادشاه‌های سوئد نبود که تو سالن تئاتر به شلیک شد؟ گوستاو سومو میگی. اتفاقا مثال خوبیه. هرچند گوستاو سوم در سال 1792 به قتل رسید. اما کشته شدنش در شرایطی کاملا باروکی اتفاق افتاد. اونو توی مهمونی بزرگ بالماسکه به قتل رسوندن. من فکر میکردم تو سالن تئاتر کشته شد. مهمونی بالماسکه توی یه سالن اپرا برگزار شده بود. میشه گفت که عصر باروک در کشور سوئد با قتل گوستاو سوم به پایان رسید. شباهت زیادی بین گوستاو سوم و لویی 14 وجود داره که تقریباً 100 سال پیشتر زندگی میکرد. هر دوی اونا فرمان رواهایی مستبد و در عین حال روشنفکر بودن. گوستاو سوم مرد خیلی مغروری بود که تشریفات فرانسوی و مهمونیای پرزرق و برقشون رو می‌پرستید. همینطور عاشق تئاتر بود. و همینم باعث مرگش شد.
البته تئاتر در اون دوره فقط یک فرم هنری نبود، بلکه مهمترین نماد اون دوران بود. نماد چی؟ نماد زندگی، صوفی. نمیدونم چند بار تو قرن 17 این جمله تکرار شده. زندگی یه نمایشه. در همین دوره بود که تئاتر مدرن با صحنه آرایی ها و ماشینالات مخصوصش پا گرفت. در تئاتر توهم و خیالی بر صحنه شکل می گرفت تا عاقبت نشون داده بشه که نمایش چیزی جز مشتی وهم و خیال نبوده. به همین دلیل تئاتر بازتابی شد از زندگی انسان. تئاتر میتونست نشون بده چیزی که انسانو به زیر میکشه غرورشه و تصویری بیرحم از ضعف بشری ارائه میداد. شکسپیر هم تو دوره باروک زندگی میکرد؟ اون بزرگترین نمایشنامه هاشو حوالی سال 1600 نوشت. پس میشه گفت یه پاش تو دوره رنسانس بوده و یه پاش تو دوره باروک. آثار شکسپیر پر از قسمت‌هایی درباره این که زندگی نوعی تئاتره. میخوای بعضیاشو برات بخونم؟ آره؟ تو کمدی هر طور شما دوست دارید می نویسه دنیا به تمامی صحنه نمایش است و همه مردان و زنان بازیگران آن. آنها به صحنه می آیند و از صحنه بیرون می روند و هر یک در زندگی خود چه بسیار نقش ها که بازی نمی کنند. و تو مکبس می نویسه زندگی همچون سایه است، لغزنده و گذرا. بازیگری بی‌نوا که ساعتی را با تبختر و هیجان بر صحنه می‌گذراند و سپس دیگر از او نخواهی شنید. زندگی داستانی است که ابلهی آن را روایت می‌کند. داستانی پرشور و پرهیاهو، اما تهی از معنا. چقدر تیره و تار. اون ذهنش درگیر کوتاهی عمر بود. لابد مشهورترین جملهشو شنیدی. بودن یا نبودن، مسئله این است. آره، اینو هملت میگه. امروز بر زمین گام بر میداریم و روز دیگر از دنیا رفته ایم. باشه، فهمیدم، ممنون. شاعرای عصر باروک زندگی رو به دو چیز تشبیه میکردن. صحنه نمایش و رویا. مثلا شکسپیر میگه تار و پود ما از جنس تار و پود رویاهاست و زندگی کوتاهمان را رویایی در بر گرفته. خیلی شاعرانه بود. در سال 1600 نمایشنامه نویسی اسپانیایی متولد شد به نام کالدرون دلابارکا. اون نمایشنامه‌ای نوشت به اسم زندگی یک رویاست. کالدرون تو این نمایشنامه میگه زندگی چیست؟ یک جنون. زندگی چیست؟ یک توهم، یک سایه، یک داستان. و بزرگترین خوشی‌ها هیچ نیست، چرا که زندگی سراسر یک رویاست. شاید حق با اون باشه. ما تو مدرسه نمایشنامه خوندیم که اسمش یپه بر کوه بود. آره، لودویگ هولبرگ اونو نوشته. هولبرگ تو اسکاندیناوی قول ادبی محسوب میشه و به نوعی نماد گذر از عصر باروک به عصر روشنگریه. یپه توی غار خوابش میبره و تو تخت خواب یه بارون از خواب بیدار میشه. خیال میکنه داره خواب میبینه و هنوز یه کشاورز بی‌نواه. بعد که دوباره خوابش میبره، برش میگردونن تو غار. این بار هم از خواب بیدار میشه و خیال میکنه خواب دیده که تو تخت بارون خوابیده بوده. هولبرگ مضمون نمایشنامه‌شو از کالدرون اقتباس کرده بود و خود کالدرونم اونو از افسانه 1001 شب وام گرفته بود. البته مقایسه بین زندگی و رویا پیشینه طولانی داره، به خصوص توی چین و هند. برای مثال یکی از فرزانگان چینی به اسم چوانگ تسو میگه روزی خواب دیدم که پروانه‌ام و حالا که بیدار شدم دیگر نمیدانم آیا چوانگ تسو هستم که خواب دیده پروانه است
یا پروانه‌ای هستم که خواب می‌بیند چوانگ تسوست. خب واقعا هم نمیشه گفت کدوم یکیه. البته ما هم تو نروژ شاعری داریم به اسم پترداس که یه باروکی واقعیه. اون از 1647 تا 1707 زندگی میکرد. اون از طرفی در بند توصیف زندگی روزمره بود و از طرف دیگه تأکید میکرد که تنها خداست که ابدی و جاودانه. آره، خدا خداست، حتی اگر همه زمین ویرانه بود. خدا خداست، حتی اگر همه آدمیان مرده بودند. اما تو همین قطعه مذهبی، اون در عین حال درباره زندگی روستایی تو شمال نروژ و انواع ماهی ها حرف میزنه. نمونه خوبی از سبک باروک، یعنی توصیف همزمان عناصر زمینی و اینجا و اکنون زندگی و عناصر آسمانی و جهان آخرت. اینا همه یادآور تمایزیه که افلاطون بین جهان عینی و دنیای محسوسات و جهان تغییر ناپذیر مثال‌ها قائل می‌شد. فلسفه‌شون چه وضعی داشت؟ مشخصه فلسفه این دورم درگیری‌های شدید بین خطوط فکری کاملاً متضاد بوده. قبل‌ترم گفته بودم که بعضی از فیلسوفا به ماهیت معنوی وجود باور داشتند. به این طرز فکر ایدئالیسم یا آرمانگرایی میگیم. از طرفی ماتریالیستا یا همون ماده‌گراها معتقد بودند که تمام چیزهای واقعی از عناصر مادی ملموس نشأت میگیرند. ماده‌گرایی هم طرفدارای پرشوری تو قرن 17 داشت. احتمالاً تأثیرگذارترین اونا فیلسوف انگلیسی توماس هابس بود که عقیده داشت همه پدیده‌ها از جمله انسان‌ها و حیوانات از ذرات مادی تشکیل شدند. هابس حتی خودآگاهی انسان یا همون روحش رو ناشی از حرکت ذرات ریزی در مغز می‌دونست. پس اون با حرفایی که دموکریتوس 2000 سال پیش می‌زد موافق بود؟ آرمانگرایی و ماده‌گرایی موضوعاتی هستند که همیشه در طول تاریخ فلسفه بهشون بر می‌خوری. اما در کمتر عصری مثل باروک هر دو به این وضوح در کنار هم حضور دارن. ماده‌گرایی همیشه از دانش‌های جدید تغذیه می‌کرد. نیوتن نشون داده بود که حرکت اجسام در تمام نقاط عالم قوانین یکسانی داره. اون می گفت همه تغییرات در جهان طبیعی چه در زمین و چه در فضا با قوانین جاذبه عمومی و حرکت اجسام قابل توضیحه. پس همه چیز تابع قوانین یکسان و غیر قابل تخطیه. به زبون دیگه تابع یه مکانیسم واحد. بر این اساس قاعدتا میشه همه تغییرات طبیعی رو با دقت ریاضی محاسبه کرد. به این ترتیب نیوتن اون چه رو که بهش میگیم دید مکانیستی جهان تکمیل کرد. پس یعنی نیوتن دنیا رو شکل یه ماشین بزرگ میدید؟ آره واقعا. کلمه مکانیک از واژه یونانی مکنی میاد که به معنی ماشینه. جالب اینجاست که نه نیوتن و نه هابس تضادی بین تصویر مکانیکی از جهان و ایمان به خدا نمیدیدن. اما بعضی از ماده‌گراهای قرن 18 و 19 طور دیگه‌ای به قضیه نگاه می‌کردند. برای مثال لامتری، پزشک و فیلسوف فرانسوی، کتابی با نام انسان ماشین نوشت. اون توی این کتاب نوشته بود همونطور که پا برای راه رفتن عضلاتش رو به کار می‌گیره، مغز هم برای فکر کردن از عضلاتش استفاده می‌کنه. چندین سال بعد ریاضیدانی فرانسوی به اسم لاپلاس با دیدگاه‌های مکانیستیش از لامتری هم فراتر رفت. اون گفت اگر هوشی در یک لحظه معین مکان تمام ذرات مادی را بداند، هیچ چیز ناشناخته نمی‌ماند و گذشته مانند آینده در برابر چشمانش خواهد بود.
به این معنی که هر اون چه در جهان اتفاق میفته از قبل تعیین شده. پس کار از کار گذشته. این طرز فکر دیترمینیسم یا جبرگرایی نامیده میشه. پس چیزی به اسم اختیار وجود نداره. نه، همه چیز محصول یه فرایند مکانیکیه. حتی فکرها و رویاهامون. ماده‌گراهای آلمانی قرن 19 ادعا کردند که رابطه مغز و افکار مثل رابطه کلیه و ادراره، یا مثل رابطه کبد و صفرا. ولی ادرار و صفرا مادن، فکر که ماده نیست. نکته همینجاست. بذار در همین مورد یه داستان برات بگم. یه روز یه جراح مغز و یه فضانورد که هر دو هم روسی بودن درباره مذهب بحثشون میشه. جراح مسیحی بوده و فضانورد بیدین. فضانورد به جراح میگه من تا حالا چندین و چند بار به فضا سفر کردم، ولی تو هیچ کدوم از سفرام نه فرشته ها رو دیدم نه خدا رو. جراح مغزم جواب میده منم مغز متفکرای زیادی رو جراحی کردم، ولی هیچ وقت توشون حتی یه دونه فکرم ندیدم. ولی این معنیش نیست که فکر وجود نداره. نه، ولی به ما نشون میده که نمیشه فکر رو جراحی کرد یا به قطعات کوچیکتر تقسیمش کرد. مثلا سخت بشه یه توهم از طریق جراحی از سر بیرون کشید. لایبنیتز، فیلسوف بزرگ قرن 17 میگه تفاوت بین ماده و روح دقیقاً در اینه که میتونیم ماده رو بارها و بارها به قطعات کوچیکتر تقسیم کنیم، ولی روح رو نمیشه حتی به دو قسمت تقسیم کرد. نه خب، واقعاً هم با چه جور چاقویی میشه همچین کاری کرد؟ آلبرتو فقط سر تکان داد. پس از مدتی به میز میان خودشان اشاره کرد و گفت بزرگترین فیلسوفای قرن 17 اسپینوزا و دکارت بودن. اونا هم فکرشون درگیر سوالایی مثل رابطه میان جسم و روح بود. و ما حالا میخواییم اندیشه های اونا رو عمیق‌تر مطالعه کنیم. باشه، فقط من باید تا ساعت 7 خونه باشم.